سلام بیننده های عزیز شبکه رادیو نسیم. نظر به برنامه های گذشته ما، ما امروز بازم یک نوع غذا رو برای شما معرفی میکنیم. البته با این تفاوت که این نظر هست و ما غذای محلی نیست، تقریبا میشه گفت که آش سبزی هست و آش سبزی یک نوع غذای ایرانی هست که عموما ما در نظر ها استفاده میکنیم و امروز هم چهارشنبه آخرین چهارشنبه ماه سفر هست که مردم منطقه ما چهارشنبه سوری میگن و ما در زیر روز نظر میکنن. بعضیا هر کسی خب به نوبه خودش نظر میکنن، بعضیا برنج پخته میکنن، بعضیا آش سبزی میکنن، بعضیا حلوا میکنن و هر اون چیزی که بعضیا دلدم میکنن و یا هر چیزی که نظر باشه. و ما امروز آش سبزی میکنیم. مواد لازمی که ما در آش سبزی کار داریم از جمله آش رشته هست که ما آش رشته گرفتیم، آش رشته وطنی گرفتیم و خود ما آش با دستجو نکردیم. روغن کار داریم و همچنین روب گرفتن. مرچ هست و میرسیم در سبزیش که سبزی پالک داریم در قسمت سبزیش که پالک خیلی کم یافته برای فعلا اینجا. گشنیز داریم و همچنین گندنه که ما اینا رو پاک کردیم پیش و پیش و فعلا ما باید خرد بکنیم. و در کنارش ما پیاز هم داریم که ما پیاز بازی رنده رنده میکنیم که یکم کار ما ساده تر شود. این هم رنده میکنیم. وقتی که پیاز رنده کردیم روغن هم میندازیم، همون رقم پیاز سرخ که کردیم یا زرد که کردیم. سبزی رو البته میشوریم، اول خرد میکنیم که و اگر اول بشوریم بعدش خرد بکنیم برای خرد کردن بسیار سخت است. ما اول خردش میکنیم بعدش او را مشوریم. بعد از او سبزی رو اضافه میکنیم روی روغن، او را پخته کردیم، یکم آب اضافه میکنیم، نمک از چیزا میندازیم، روب هم اضافه میکنیم، مرش هم بندازیم کنیم. و یک چیزی رو که ما فراموش کردیم لوبیا. عموما داخل آش سبزی لوبیا داریم، نخود داریم، عدس داریم و هر کسی به نوبه خودش چقدر هر چقدری که به حساب بتونه تهیه بکنه. ولی بعضی عموما لوبیا و نخود و عدس یعنی لازمش هست، اما بعضی فقط لوبیا میندازن، بعضی فقط لوبیا و نخود میندازن، بعضی هر سه تاش میندازن. ما امروز فقط لوبیا و عدس داریم که اونم روی گاز گذاشتیم و داخل دیگ بخاره و داره پخته میشه. ما فعلا سبزی رو خرد میکنیم، با ما باشین ببینیم که در آش سبزی ما چطور میشه تا آخر. نگفته نمانه که بغیر از مثلا ترکاری، مثلا ترکاریایی که ما استفاده کردیم، مثلا که از جمله پالک استفاده کرده بودیم، گندنه بود و گشنیز، در کنارش یکم شاهی هم داشتیم، یکم نعنا هم داریم و این در حقیقت میتونی از هر نوع سبزی استفاده کنی، ولی ما فعلا همین سبزی رو در دسترس داشتیم. سبزی خلاص شده، ما همین پیاز خود را رنده کنیم که okay.
فکر میکنم به اندازه کافی خورد شده دیگه. پیاز ما تقریبا آماده هست برای چیزی که داخل روغن بره و سرخ شد. منتظر هستیم که آش بیشتر رو بندازیم داخل از چیزی رو که جور کردیم که همون رقم شما دیدیم. ما روغن انداختیم، پیاز سرخ کردیم، بعدش روب انداختن و همچنین سبزی رو. البته یک متخصص هم داشتیم دیگه در اون عرصه که آش از ما خوبتر در بیاره بخاطر که نظره و ما تجربه خوبی نداشتم در زیباره متخصص ما همکاری کردن روی ما و فعلا هم داریم که سبزی و لوبیا و اینا همه اضافه شده و آماده شده که ما رشته رو بریزیم داخل ازی و فعلا ما میخوام رشته رو بریزیم. ما رشته رو البته از داخل بستش کشیده میده کرده و
فکر میکنم رشته شکم اما یک بستر رشته داریم زخاص خاطر اگه ای چی کنم کمی کنم رشتهش ما یک نیمه بسته امروز رشته رو میندازم داخلش. ما برای روی آش برای تزیین آش نیاز در چکه داریم یا ماست داریم، ما چون چکه پیدا نتونستیم از ماست استفاده میکنیم و همچنین چی نعنا داغ میکنیم که نعنا رو اینجا حساب نرم کردیم که رو داغ میکنیم بسان برای فعلا فقط ماست جور میکنم که برای یکم نمک هم اضافه هم کنیم برای از این ماست خوب مزیدش یکم تقریب بوده شد خوشمزه تر بشه. ماست از ما آماده شده حالی موریم نعنا داغ بکنیم. این قدر نعنا رو ما در نظر گرفتیم که بیشترم براتون نشان داده بودم حالی موریم گاز روشن کنم واقعا داغ بیه که نعنا خور برسیم. ما روغن گرم میکنیم برای فعلا گذاشتیم روی گاز که گرم بیاد و بیاد پیاز چی؟ نعنا رو برسیم. البته بقیه یک پیاز داغ دیگر هم جور میکنه ولی ما بخاطر که بیشتری خوش ندارم دوست ندارم ما پیاز داغ جور نکنیم. ما پیاز هم یکم خلال میکنم خیلی یک دست منظم بعدش هم داخل روغن چوبش میکنم تا اون برای دیزاین از برای قشنگی آش میکنم. ما جور نکنیم فعلا این پیاز چی را نعنا داغ جور میکنیم و همه ماشی که شما دیگه میکنم نمیذاریم که بو سوزه زیادی زودم چی نمی کنیم که بو رنگ چی نفره. آش ما آماده شده رشته پخته شده و آماده کشیدن است. آماده از یه سکه داخل ظرفا بکشیم و چشم خالی بخوریم و دمسایه های تقسیم کنیم چون نظر است. خب این از ماست ما همچنین پیاز داغ خب بیننده های عزیز دوستای گرامی ما دیزاین آش ما خلاص شد نظر ما خلاص شد به حساب تکمیل شده و حال ما برای همسایه خوبم بریم و در آخر به عنوان خداحافظی میتونم بگم که شبکه رادیو نسیم فراموش نکنین از یوتیوب همچنین دنبال بکنین با لایک و سابسکرایب حمایتمان کنین تا برنامه بعدی خدا یار نگهدارتون.